کاملا ایدالیستی الان در آلمان و در فرانسه است. یعنی در جاهایی که در واقع نظریات متافیزیکی و ایدئالیستی بسیار رواج داره و تاریخاً اصولاً این مناطق همطور که هگل عنوان میکنه و اتفاقاً همین ایده رو هم داروشایگان در یکی از متونش میاره در آخر کتابش، ما در واقع مواجه هستیم با اینکه جنوب اروپا بیشتر نظریات ایدئالیستی رو ارائه میده، دکارت، شمال اروپا نظریات بیشتر متافیزیکی رو ارائه میده و ما فلبدهای مواجه هستیم که اروپا در واقع سه بخش هست، نه دو بخش، سه بخشی است. بخش سوم انگلستانی. علاقمندم الان مایلم برگردم به اینکه در مقابل این همه بار سنگین ایدئالیسم تکلیف تجربه گرایی چیست. یعنی در واقع باید ببینیم که علم آیا فقط محدود بوده است به نظریه ایده و ایدئالیسم افلاطونی یا حتی ارسطویی و دکارتی که لایبنیتس اون رو ادامه میده، یا یعنی اینکه احتمالاً مواجه میشه با یک سری مقاومت‌هایی از سوی مکاتب دیگه. ما الان در دوران بعد از دکارت هستیم و پس از گذر کردن از فرانسه، یعنی جهان لاتینی اروپا و آلمان، جهان کاملا ذهنگرایی و ایدئالیستی، به سوی انگلستان. منقد اصلی نظریه ایدئالیستی دکارت هیوم است. هیوم در واقع کسیست که معتقده که منبع اصلی حقیقت و علم، الان ما هنوز اینا رو با هم دیگه منجوش کردیم، ایده نیست، بلکه ایده ها چه بسا چیزهایی بگن، رهنمودهایی بدهند، حرفهایی بزنند، از جاهایی نشأت بگیرن که ارتباطی با واقعیت ها ندارن. او میگوید منبع و مرکز، منبع و مرکز هر گونه علمی تجربه است و این تجربه است که به ما میگوید که آیا این جسم حرکت میکند یا نمیکند، وزن این جسم چقدر است، کارآمدی این جسم چقدر است، و برای دریافت اینکه این جسم چیست، شی چیست، میبایست که در واقع ما ببینیم که این چگونه برآمد داره. به این لحاظ هست که مسئله چیستی زیر سوال میره، مسئله چگونگی بیشتر مرده نظر هم چه بسا که میدونیم که کانت که بعد از همه این میراث تاریخی بزرگ اروپایی میاد و انقلاب اساسی رو در علم به وجود میاره، اصولا معتقده که چیستی وجود نداره، چیستی چیزها رو نمیتونیم حتی بیابیم، لشوز آنسوا در واقع قابل دست نیافتنی و کنسب مورد شناسایی نیست. اما هیوم معتقده که حالا قبل از کانت هست، هیوم در مقابل نظریه ایدئالیستی دکارت، او معتقده که مرکز اصلی، منبع اصلی علم همان تجربه است. بحث هیوم بسیار طولانی است و سخن گفته از او در واقع نیاز به یک سکانس کاملا مستقل داره، چرا که نظریات هیوم و هابس و جان لاک مکتب انگلیسی رو درست میکنه که اساساً برداشت نسبت به حقیقت، نسبت به علم، نسبت به انسان، نسبت سپس به جامعه و سیاست و سپس اقتصاد حتی اصولا متفاوت میشه با کلیت اروپا، یعنی فیلسوفی کانتیننتال، یعنی فیلسوفی قاره‌ای، فیلسوفی قاره‌ای یا فیلسوفی کانتیننتال، همانا فلسفه فرانسه و انگلستان و فرانسه و آلمان و در این حدود هست. ولی فیلسوفی غیر کانتیننتال در واقع انگلستان و جهان آنگلوساکسون، جهان انگلیسی که حتی میراثش به سمت آمریکا میره، ایالات متحده، کانادا باز از همین حدود ایراد تأثیر میگیره.
ما الان در واقع مواجه هستیم با تقابل دو مکتب. یکی مکتب تجربه گرایی که نامش رو میگذاریم به عبارتی اون رو باید گفت اکسپریمنتالیزاسیون، اکسپریمنتالیسم، ولی نام مکتب آمپیریسمه، مکتب آمپیریسم، و نه و مکتب در واقع دکارتی رو بگیم ایدئالیسم. در تقابل به این دو، تقابل این دو نظر، نظریه سومی رو داریم که در حوزه علم بسیار بسیار مؤثر بوده و کار این درگیری بین این دو نظریه رو خاتمه میده، به عبارتی خاتمه میده، چه بسی که هنوز کسانی به دنبال کانت، نه به دنبال کانت، یا هنوز کسانی به دنبال هیوم، همین امروز هم هستن. میدونیم که هیوم امروز در دانشگاه اتاوا تدریس میشه و حتی من ایرونی ها رو دیدم که دکترای خودشون در باره نظریه هیوم در علم گرفتن و معتقد هستن که دیگران اشتباه میکردن و هیوم هنوز نظریهش پاورچ هست. در مقابل این دو نظریه علم و فلسفه کانت وجود، حضور کانت در حوزه فلسفه و علم بسیار مهم بوده و دستاورد کانت اساس است. خب طبعا ما داریم اینجا میتریم دیگه، ما بر هر فیلسوفی تاکید بسیار زیاد نمی کنیم، بلکه خلاصه اون رو میاریم و خلاصه ها رو به هم دیگه وصل میکنیم تا بفهمیم امروز روز تکلیف چیست. خلاصه این که کانت که انسانی بسیار استثنایی است در تاریخ فلسفه، میدونیم که آلمانی است و کسی است که به عبارت برخلاف بسیاری از دیگر اندیشمندان هیچ‌وقت سفر نمی‌کنه، همیشه در شهر خودش بوده، بسیار متمرکز روی افکار و کارهای خودش بوده و یک فیلسوف بسیار شناخته شده در عصر خودش هست و هر کسی که علاقمند با اون ملاقات بکنه باید به شهر اون بره. در مسیر تفکرات و پژوهش‌های او میگه که یکی از بزرگترین واقع‌های زندگی برای من، او میگوید یکی از بزرگترین واقع‌های زندگی من کشف آمپریسم هیوم بود. چرا که کان در واقع در دوره میزیه که سراسر فلسفه کنتینانتال رو تفکر دکارتی مسلط کرده. تفکر دکارتی، ایدئالیسم دکارتی در واقع در سراسر آلمان، ایتالیا، فرانسه و غیره و غیره حاکم بود و کانت هم به عبارتی تا مدت زمان بسیاری تحت تاثیر این نوع تفکر با سایر روشنهای متعدد بوده است، تا زمانی که یک روزی به کشف هیوم میرسه و میگه این یکی از بزرگترین واقعه زندگی. توجه بکنیم که این جمله خیلی معروفه در نزد کانت، چون میگه یکی از بزرگترین واقعه های زندگی، چون واقعه بزرگ زندگی دیگه‌اش کشف انقلاب فرانسه بود. میگه هم که میدونم داستان بسیار طولانی داره، میگه که من زمانی که کشف کردم آمپیریسم هیوم رو متوجه معایب تفکر دکارت شدم. حالا این رو میخوایم باز کنیم. میگه من معتقدم که حقیقت منشأ حقیقت تجربه است و نه ایده. یعنی به عبارت اینجا ایدئالیسم دکارتی رو رد میکنه، اما نه به تمامی. میگه به یک لحاظی هر ایده منشأش در تجربه است و اینکه ما میگیم چیزها از ایده های کاملا تجریدی یعنی ابستخه میآیند اشتباه بزرگی است. چیزها از تجربه میآیند. بنابراین معتقد میشه که تجربه گرایی، نگفتم مقدمه بر ایدئالیسمه، بلکه ارزش بسیار زیادی داره. اما او میگه که تجربه گرایی منشأ چیزهاست، اما تنها راه رسیدن به حقیقت هم نیست. و اینجاست جالب بودن قضیه. منشأ علم تجربه است،